شیعه هم قبول داره که حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه خیلی از صحابه های درجه یک در مکه گفتن ما ایمان آوردیم اما شیعه میگه این از اول منافق بودن سوالی که ما از شیعه میپرسیم و هرگز تا روز قیامت نمیتونم بهشون جواب بدن میگیم که آیا پیامبر در مکه قدرتی داشته پولی داشته کمک میکرده یا اونا بهش میدادن مجبوره بگی که پیغمبر در قیامت در مکه نه قدرت داشته بلکه در همیشه در خطر بوده بلکه طرفدارانش هم در خطر بودن کمان که حضرت ابوبکر رو میخواستن بکشن حضرت عثمان فرار کرد رفت حبشه و میگیم که مجبور این قبول کنه باز ما ازش میپرسیم که شما به من بگو ببینم آیا منافق در جایی که طرف قدرت نداره نیازی داره که نفاق انجام بده همینجا باطله که شما تومتی که به صاحبه میزنید باطله چون که اونا تو که نیاز نداشتن منافق باشن اونا تازه منافقی شما از ما میگیم. از کافر بدتره باید میرفتن کمک ابو جل ابو لحب ریشه پیغمبر میکندن تمام میشد میرفت اینجا دیگه شیه داستان میسازه دیگه میگه نه اینا در کتاب ها خونده بودن که پیغمبر یه روز قدرت رو میبره در کتاب های نمیدونم سابقه برای همین اینا آمدن از درون منفجرش کنن یعنی چیزی میگه که چی بگه خب باید یه جواب بده ما میگیم که این معنیش این است که اینا به او کتاب ایمان داشتن میدونستن یک پیغمبر حقیقی میاد اگر حرف تو درست باشه بازم هم غلطه پس ایمان داشتن که ای مرد به قدرت میرسه دیگه چرا میخواستن از بینش ببرن و نمیتونستن از بین ببرن چون خودشون میدونستن که در کتاب نوشته لذا لذای چندیاتی میگن که کاملا واضح است که تحت وقتی حرفا میزنن یا اون رئیساشون که میزد تحت تاثیر مواد مخدر بودن لذا به دینی که از مواد مخدر نشأت گرفته شما نباید ایمان بیارید و باید علی سنت حرفش قبول کنید که صحابه بهترین مردم بودند